الو، سلام، حال شما؟ سلام بر شما. مثل اینکه بالاخره با سلام و صلوات مشکل حل شد و خیلی ممنون بله، که حالا شما میزبان ما هستین. خواهش به هر میکنم. حال فرق این شب چراغ و ما اینجا ترید مارکش به قول معروف نشان تجاریش بکن بعدا سوء تفاهم نره، ولی نمیدونم این عجیب ترین اشکالی که ما در کل شب چراغ داشتیم با در لایو دادن با شما بوده که خب حالا دیگه بیشتر از بهش نفرزیم. اگر موافقه نه ما دوباره بله از مهمان هایی باشم که میرن منبر حساب خانه رو میگیرن و یک روزه یا یک منبر برم در اینجا. ما با آقای دکتر تورج دریایی استاد دانشگاه در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین در رشته تاریخ و مطالعات ایرانی قبلا یک شمچراغون داشتیم که متاسفانه او هم با اشکال بود و تصویرشون رو نداشتیم. در اون شمچراغون قبلی ما تقریبا کلی صحبت کردیم و راجع به تاریخ پساباستان یعنی دوره ساسانیان، عموما هم سوالات عمومی بود، چیزهایی که دوستان پرسیده بودن و خیلی تخصصی یا ساخت یافته نبود. امشب بعدا روال رو عوض کردم چون قبلا قرار بود فقط با یک نفر یک بار صحبت کنیم، بعضی که تقریبا از برنامه 40 گذشت تصمیم گرفتیم بعضی از لایف هایی که خیلی درخواست شده که بیشتر صحبت بکنیم، یک موضوع بیشتر بشکافیم، یا مهمانمان امشب میزبانمان خیلی هواخواه به هر دلیلی داشته دوباره موضوع میشه. خیلی آقای دکتر دریایی لطف کردن در روز تعطیل یک شنبه ظهری احتمالا در کالیفرنیا بله، دوباره مهمان یا میزبان ما شدن و ما این دفعه راجع به پروژه یا نظریه ایران شهر صحبت میکنیم که ایشون هم در رابطه با این تألیفات و مقالات و کتاب های زیادی دارن. آقا این چیز بود، روزه اول ما بود، اگر شما میخواین صحبتی بکنیم به عنوان میزبانی که مهمان شده یا مهمانی که میزبان شده بفرمایید، بعد ما دیگه دوباره سوال قبلی رو تکرار کنیم که بحث از همونجا شروع بشه. بله، من دوباره ولی تکرار میکنم، به عنوان یک پدر، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان، باز تسلیت میگم به همه به خاطر مرگ این هموطن ما، آقای افکاری، این ورزشکار وطنمون که در میان ما دیگر نیستن. من به عنوان یک انسان اینو میگم، مرگ هیچ انسانی رو من دوست ندارم و قبول ندارم. و با این صحبت هم دوباره برمیگردیم به ایده ایران شهر. همونطور که قبلا صحبت کردیم، ایران شهر برای من به عنوان یک تاریخدان و کسی که با متون باستانی سر و کار داره جالب بود. در حدود 20 سال پیش من یک متن پهلوی کوچکی بود برداشتم که قبلا هم ترجمه شد و روی این کار کردم و اینو چاپ کردم 18 سال پیش در آمریکا. و چیزی که این متن به من نشون داد این که این متن جغرافیایی فقط نیست، در حقیقت یک بار فرهنگی داره، هر شهر یک تاریخی داره. یعنی این ایران شهر جمعی از تمام این مسائل هستش و خیلی مسئله عمیق‌تر از اینی که فقط ما یه متن رو همینجوری ترجمه کنیم. و به همین خاطر من به همین ایده ایران شهر گرایش پیدا کردم در طول زمان. در این 18 20 سال درباره مبانی مختلف فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران شهر سعی کردم بپردازم که البته حالا حتما شما از درباره آقای دکتر طباطبایی هم خواهید پرسید که ایشون هم که به هر حال فیلسوف بزرگ ما هستند، مدت‌ها پیشتر از این و در حیطه دیگه درباره ایران شهر دربارش کار کردند. بله خیلی ممنون. عرضم بزرگ شما که بله ما راجع به آقای دکتر طباطبایی صحبت خواهیم کرد، البته همونجوری که من دوستان میدونن نیازی هم شاید نباشه بگیم که شما نه سخنگوی آقای طباطبایی هستین نه بله مثلا مقلد ایشون، در بعضی جاها نظرات شما اصلا با نظرات ایشون فرق داره یا حتی در شاید تضاد باشه، ولی به هر حال چون نظریه ایران شهر با اسم ایشون هم پیوند خورده و ایشون باز در مطبوعات ایران بیشتر حضور داشتن، ما حتما باید به این مسئله برگردیم. حالا جاهایی که شما هم نظرشون هستین که خب چه بهتر تبیین میکنیم، اون جاهایی که نیستن باز کمک میشه به شناخت مسئله. یکی از ایراداتی که به آقای طباطبایی میگیرن و فکر میکنم شما تا حدودی این مشکل رو حل کردین اینه که از یک ایده کلی در یک جایی به نام ایران شهر صحبت میکنن که اصلا معلوم نیست کجا هست،
مثلا آقای قائد در یک یادداشتی که نوشته بود گفته آقا انگار میگی مثلا طوفان نوح فرو نشسته، یک خشکی زده بیرون، ایران شهر معلوم نیست کجاست. که به نظر میاد ایشون دست کم مقالات نوشته شما رو نخوانده بودند و فقط بر اساس بعضی از نوشته های مطبوعاتی درباره یا در گفتگو با آقای طباطبایی صحبت کرده بودند، ولی شما یک دست کم یک مقالات رو که به لطف خود تا به دست ما رسید قشنگ توضیح میدونید که در متون تقریبا 1000 سال پیش ایران هست مرزهای ایران شهر کجا بوده. بله، ببینید ما یه مشکلی که امروز من فکر می‌کنم داریم یه مقدار شتاب زده قضاوت می‌کنیم آقای فرجامی درباره مسائل قبل از اینکه یه خوانش عمیق از چیزی داشته باشیم یا از کسی داشته باشیم، و معمولا خب این سوء تفاهم ها هم به وجود میاد. ببینید شما اگه با متون تاریخی خاورمیانه و ایران آشنایی داشته باشید کاملا مشخصه که 1800 سال پیش ما یک کتیبه ای داریم که در آن تمام استانهایی که قسمتی از ایران شهر هست دونه به دونه عنوان شده، و همچنین مکانی که ان ایران شهر یعنی غیر از فراتر از این ایران شهر هست رو نیز عنوان میکنن در این شاهنشاهی ساسانی. یعنی یک شاهنشاهی به وجود اومده که مرز وسیعی داره، ولی در این مرز وسیع اینها کاملا میدانن یک قسمتی از اینجا ایران شهر هست و دونه دونه عنوان میکنن این استانها رو و قسمتهایی رو که فراتر از اون در دست دارن، و این خب من انجام ندادم، زمان رضاشاه به وجود نیومده، زمان 500 سال پیش یا با اومدن اسلام نبوده، خیلی قبل از اون بوده. و بعد حالا پرسید که خب این مرز اون 1800 سال پیش شکل گرفته یا در تصور ایرانیان بوده، حتما یک سابقه قدیمی تری هم داره، هم ایده ایرانی بودن هم ایران شهر به عنوان یک ایده. یکی از مسائلی که ممکنه برای خیلی هایی که حالا در حد یادداشت و مقاله اونا با نظریه ایران شهر آشنا میشن باشه، و به خصوص اونایی که نمیدونن که باز در همین نظریه یا به هر حال ایده ایران شهر نظرها متفاوته، ایه که آقای دکتر طباطبایی از یک طرف روی مسئله ایران شهر و این پیوستگی و این مسئله فرهنگیش تاکید میکنن، از یک طرف امتناع تفکر یا امتناع اندیشه در ایران شهر میگن. یعنی آدم ممکنه یه ذره قاطی بکنه که بالاخره این امتناع تفکر داستانش چیه، اون ماجرایی که به هر حال خب میدونی که دیگه اگر هم بعضی ها اتهام یا نقد دارن به این نظریه از جهتی که میگن این مسئله ایران شهر خیلی بزرگ شده، خیلی ناسیونالیستی شده، حالا کار نداریم که کلمه ناسیونالیست درست استفاده میکنن یا نه، ولی ماجرای امتناع اندیشه چیه که امتناع اندیشه بله. در ایران شهر که آقای طباطبایی میگن؟ ببینید خب من که سخنگوی آقای دکتر طباطبایی نیستم، این شانس داریم که در کنار ما هستن آقای طباطبایی اینجا، خب من با ایشون بعضی وقتا نشست و برخاست دارم و ازشون باشون صحبت میکنم. من فهم میکنم دید طرفدارانشون هم مقداری با نوشته هاشون رو باید کنار هم گذاشت و همزمان این رو در حقیقت قضاوت کرد. ببینید من همونقدر که مقداری که خوندم درباره اندیشه ایران شهر و تداوم فرهنگی ایران زمین مقاله بسیار مهمی دارن، و همچنین کتاب تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، که میگم من کم کم به عمق یک همچین فیلسوف آدم موقعی که میشینه میبینه در یک زمانی در حدود چند دهه ایشون تفکر کردن، این مسائل رو بازبینی کردن. میدونین اینجوری نیست که من یه روز پاشم بگم خب حالا من میخوام یک نظر بدم، یه مقدار طول میکشه و تفکر میخواد. ایشون مخالف وجود اندیشه ایران شهری نیستن، این اینجا اتفاقا میگن که این دید ایران شهری مخصوصا از لحاظ سیاسی از زمان خواجه نظام الملک در قرن پنجم میلادی دوباره تداوم پیدا میکنه و در طول تاریخ به شکل‌های مختلفی هم تبلور پیدا میکنه، حالا چه در حیطه مثلا تصوف با شیخ اشراق و ایران شهر او به چه شکلی وجود داره، همینطور در طول تاریخ به جلو میاد. من فکر میکنم مسئله که دارن اینه که این دیدی که ما در ایران و در شرق داریم از زمان غزالی
که ما به انگلیسی معمولا سالش میگیم 11 11، خیلی سال مهمیه. بسته شدن تفکر فلسفی و تفکری که قبل از اون وجود داشته باعث یک انحطاطی شده که ما به قول ایشون نه من ما الان گیر هستیم و هیچ جوری هم نمیتونیم در بیایم مگر اینکه دوباره یک شکوفایی بشه و دوباره یک بازبینی بشه و تفکر ایران شهری رو ابدا کنیم. ببخشید چون صدا باز متاسفانه قطع است، دقیقا یا حدودا از چه تاریخی ما دچار این انحطاط شدیم بر اساس نظریه ایشون؟ ببینید حتی ایران شهر شنیده هنوز نشد بوده. میپرسم. بله ایران شهر ایدهش همیشه با ما بوده به گفته ایشون. بله از زمان خواجه نظام الملک که باز احیا میشه در دوران اسلامی از 5 هجری ادامه داره، در تصوف با شیخ اشراق ما اون رو دوباره میبینیم. اما در دنیای اسلام اگر من اشتباه نکنم به گفته ایشون زمانی که غزالی میاد، یعنی ما به انگلیسی میگیم سال 11 11 مقدار بعد، دید فلسفی رو به انحطاط میره در ایران، نوع فلسفه و دید، و همچنین در حال انحطاط بوده به گفته ایشون تا امروز و ما در اوضاعی هستیم که امروز هستیم به دید ایشون اگر من اشتباه نکنم. که البته ظاهرا شما موافق این نظر نیستین، نه؟ ببینید من میخونم یاد میگیرم از ایشون، من یک تاریخ دانم، من جوری که تاریخ رو نگاه میکنم یه مقدار فرق میکنه. در حدود 25 سال شد من امسال که دارم تدریس میکنم به عنوان استاد دانشگاه، بعد دیگه بازنشسته آمادگی میشه انجام داد اعلام کرد. من از همون سال اول تاریخ جهان رو درس دادم. ببینید این یه چیزی که ما فقط خودمون رو ببینیم، ولی من بگم بسیار مهمی که ما خودمون رو در تاریخ جهان رو هم بگنجونیم و ببینیم این جهان چگونه به پیش رفته، این سیر تکاملیش، این ریتمی که وجود داشته. برای من ایران آنچنان مجزا از خاورمیانه نیست به عنوان و قاره آفریقا و قاره آمریکا و غیره، از لحاظ آنچه که گذشته تا همین 200-300 سال پیش و 400 سال پیش. این اروپایی هستن که کاری میکنن که یه مقدار اروپا به یک جای دیگه میره، یه انرژیا داره به یه جای دیگه میره و بقیه دارن همون ریتم خودشون رو به پیش میبرن. و این سیر نزولی که ما داریم میبینیم در حقیقت سیر تکاملی که تمام قاره ها داشتن به غیر از اروپایی ها و بعد این اروپایی های کلونیالیست که میرن آمریکا و جاهای دیگه و اینا یه کارهایی میکنن که بسیار جالب، خودش چندین کتاب میخواد. من یکی دو بار صحبت کردم همه به من خورده گرفتن. این نیست که فقط رفتن کشورهای دیگر گرفتن تمام منابع اولیه اونها رو برداشتن اومدن برای خودشون کارخونه زدن و بعد از 400 سال و بعد از اینکه آوردن بردها به آمریکا و ازشون استفاده کردن برای پیشرفت خودشون به صورت مجانی و نابود کردن اقتصادهای جاهای دیگه، حالا شدن جهان اول. درسته این فقط نیست، مسئله خیلی پیچیده تر از اینه. من میگم از زمانی که از قرن 15-16 در ونیس و مسئله کاپیتالیسم و نوع انباشته شدن ثروت و یک سری مسئله خیلی پیچیده وجود داره که اروپا رو به یک راهی سوق میده، یک جایی میبره که فرق میکنه با بسیاری دیگه از دولهایی که وجود دارن. آقا چرا به این ماجرای ایران شهر الان با کلمه پروژه معمولا توصیف یا برچسب دار میشه؟ من واقعا یک پروژه هست در تاریخ، یک شما نظری داره، نظر داره مثلا من مثل شما مثلا میگین تاریخ ساسانیان شما یه پسا باستان، یعنی جدا میکنه از تاریخ باستان ایران. خب حالا ممکنه یه نفری که میگم آقای دکتر طباطبایی همینجوری است کلا به این تاریخ میگه تاریخ باستان، مثلا اختلاف نظرهایی هست در نامیدن چیزها، در دستبندی کردن مسائل، در تفسیرش، ولی به اونا پروژه نمیگن. الان به ایران شهر عموما میگن پروژه ایران شهر، حالا ممکنه بار مثبت یا منفی داشته باشه، ولی فهمون چرا تبدیل شده پروژه؟ من نمیدونم چه کسانی این رو پروژه نامیدن، چون من برام به عنوان یک تاریخدون من فقط دارم میگم که ما یک جایی رو داریم به نام ایران شهر، یک فرهنگ و تمدنی داشته که اقلا 2000 سالش کاملا مشخصه و من دارم یک کتاب سعی میکنم بنویسم و خیلی خوبه که آقای دکتر طباطبایی هم اینجا هستن، به نام ایران شهر، ایده، مکان، آرمان، که 1000 سال اقلا قبلش هم این هویت ایرانی در حال شکلگیری بوده و یک ما تمدن 3000 ساله‌ای داریم
که برای ما فکر میکنم حتی امروزه در این مقطع زمانی در این دوران ناگوار برای هویت بسیار مهمه، برای هویت یک ایرانی. بله من یه ایرانی هستم اینجا، درسته؟ حالا شما میتونید هر مذهبی باشین، ما یه سری داده های فرهنگی و تاریخی داریم که من فکر میکنم خیلی مهمه اینها رو به یاد داشته باشیم و از یاد نبریم. آقای فرجامی، من مخالفتی با ایده های دیگه پروژه های هیچ مسائلی ندارم، من دارم میگم به عنوان تاریخدان ایران این چیزی که من جلوم میبینم و فکر میکنم خیلی مهمه که ما به عنوان یک ایرانی هویت خودمون رو داشته باشیم و بشناسیم. حالا میتونه در دنیای اسلام حالا باشه، میتونه در ایده بین المللی باشه، هر کدوم از اینا، هیچ کدوم دلیل لازم نیست که حتما با هم کاملا تناقض پیدا بکنه، مگر اینکه طرفهای دیگه بخوان این کار رو بکنن. بله ببینید، من دو تا فرزند دارم، بچه های من به هر حال ببینید چیزایی که یاد میگیرن تو این آمریکا، بعد یه مقدار بهشون یه داده های فرهنگی هم بدیم دیگه. به قول بعضی از دوستان، فقط قرمه سبزی خوردن و رقص ایرانی این فرهنگ نیست فقط، درسته؟ اون که فرهنگ نمیشه، ولی ما از کجا اومدیم؟ اولین پادشاه ما در دنیای دید ما که بوده؟ جمشید کیست؟ چه کاری کرده و چه کاری کرده که بعد از اون شاه سلب شده و اومده یک نفر اومده قاسب جانشینش شده، درسته؟ ضحاک، و به ایران ظلم شده و چی شده که دوباره ایرانی ها دوباره عدل رو برگردوندن؟ بله خب آرش ببخشید، کمانی ببینید کیست؟ مثلا کتاب هایی در همین زمینه هست دیگه، مثل کتاب The Persians آیه دکتر کاتوزیان، اون همینه بالاخره. شما به یه نفر میخوان، به یه خارجی، به یه فرزندی، به یه کسی که انگلیسی زبانه یا خارج از ایرانه، که البته کتاب توسط دکتر شهیدی فقید هم ترجمه بسیار خوبی شده، به فارسی هم هست، حتی ما ایرانی هم باید بخوانیم که خود ما رو بهتر بشناسیم. بالاخره این نفر میخواد ما از کجا آمدیم، چجوری شد قشنگ یک کتاب آکادمیک از یک آدم معتبر آمده توضیح داده، یه آدمی با صد سواد متوسط مثل بندم بفهمه که کتاب چی بله میگه، یعنی خیلی سنگین و آکادمیک به اون معناش نیست، در این حال وزانت به قول معروف آکادمیک هم داره. خب این حرفی که شما میزنید و این کتابی که احتمالا شما میخواهم بنویسید، کتاب های دیگه هم هست، ولی هیچ کدوم از این کتاب ها، کتاب های زیادی هم از این دست هست، حداقل 10 تا کتاب معتبر میشه نام برد، هیچ کدوم جنجال برانگیز نیست. نمیخوام بگم جنجال خوبه یا بد، میخوام بگم که این ماجرا ایران شهر، حالا براتون یک نمونه رو دارم بخونم دیگه، یک عده واقعا احساس خطر کردن از پروژه ایران شهر. حالا کاری ندارم مثلا یک عده اسم خودشو گذاشتن پانتور، که همینجوری میان به آقای طباطبایی و دیگران خود شما توهین و اهانت میکنن، اصلا نمیفهمن راجع به چی صحبت میکنن، اصلا به اینا کاری ندارم خب، ولی مثلا یه نفری مثل محمد قائد، قائد بالاخره یه روشنفکریه، یه روزنامه‌نگار جا افتاده دیگه، خب الان چیزی که ایشون نوشته من یک بخشش انتخاب کردم شما میخوام، در حد فحشنامه است، چنان عصبی و برافروخته است ایشون که مثلا میگم یه جنگ جدی در حال جریان. یا مطلب آکادمیک تر و وزین تری که عبدی کلانتری عزیز نوشته و خیلی مفصل، فکر نمی‌کنم شما خودتون خوانده باشین، ولی تا قشنگ در نقد آقای طباطبایی آمده گفته، خوندم روی مطلب آقای کلانتری توصیه میکنم، حالا مثلا حالا دوستانی که مایل هستن شاید شما وقت نداشته باشین، ولی به هر حال خیلی مطلب خوبیه، قشنگ مفصل هم آمده نظریایشون رو گفته. ماجرا یکی شما دارین میفهمین بسیار ایده خوبیه، دیگران هم پیاده کردن، قطعا شما هم بسیار عالی پیاده خواهید کرد، برای که مثلا حالا یه دفعه ایران چیه، مثلا ما از کجا اومدیم، چی هست، ولی پروژه نیست، کار شما رو دامن میگن پروژه. البته شما قطعا اون جواب خواهید داد که اون کسایی که میگن پروژه، برین از نو بپرسین چرا میگن پروژه، برین به نظر خود شما چه مؤلفه هایی داره این ایده ای ایران شهر که این همه واکنش برمی انگیزه، حالا واکنش از پانتورک ها تا آقای محمد قائد و عبدی کلانتری. من عرض کنم که مسئله من فقط تاریخ نیست، منم با اجازهتون این کتاب تاریخ آکسفورد تازه هم ایران ترجمه شده، ققنوس ترجمه کرده، از همون دوران پارین سنگی میاد تا جمهوری اسلامی. تاریخ دانستن و راجع به ایران شهر دانستن کاملا با همدیگه نیست. مسئله اینه که شما تاریخ میخونید، لیست آدم هایی که اومدن، وقایعی که اتفاق افتاده، حالا چگونه ایران به این
صورتی که امروز رسیده رسیده. شما باید ادبیات اون تمدن رو بخونین که بدونین انسان‌ها چگونه در اونجا فکر می‌کردن. آقای فرجامی، تاریخ آقای دکتر کاتوزیان رو من بسیار دوست دارم. اتفاقا موقع نوشتنش من فصلای اولش رو خوندم، ایشون از من تشکر کرد، نه که من خودشیرینی کنم. منم این تاریخ رو نوشتم، ولی طولانی‌ترین فصلی که من دادم آقای شربو استاد دانشگاه هاروارد اوستاشونی درباره جهانبینی ایرانی ها نوشته. ما اول باید بدونیم که جهانبینی ما چه بوده که در طول تاریخ این چنین کردیم. من اینجا موقعی که سال اول تاریخ ایران و باستان رو درس میدم یا قرون وسطا رو درس میدم، اولین هفته اینها باید به صورت فشرده فقط شاهنامه رو بخونه، قسمت ایران باستان باید اوستا رو هم بخونه. چرا؟ که شما اول تا نفهمین که مردم چگونه فکر میکردن، تصورشون درباره جهان چه بوده که کاملا متفاوته با خیلی های دیگر، نمیتونید بفهمید این افراد چرا دارن این کارها رو میکنن. این بار فرهنگی خیلی مهمه در این هویت. فقط تاریخ لیست پادشاهان و نمیدونم سردمداران نیست. این در وهله اول. مسئله پروژه ایران شهر، همونطور که خودتون گفتیم، من هیچ پروژه اینجا ندارم، من نمیدونم چه پروژه‌ای در کار هست، ولی ببینید دوستانی که حالا بگیم مثلا پانتورکن و خیلی مثلا هویت ترکی براشون مهمه، بسیار مختنم، من هیچ مشکلی ندارم، هر کسی آزاده که هر چه دوست داره اون هویتش رو اتخاذ کنه. اتفاقا برمیگردیم به یه داستانی که البته باز در متون یونانیه، درباره بهترین ایدئال فرم دولت و اینها زمان داریوش پیش میاد، که داریوش میگه هر کسی سنت خودش رو، به یونانی میشه نوموس، سیستم خودش رو باید اتخاذ کنه. اون خودش یه دید ایران شناس، ایران شهریه. ما در طول تاریخمون تا حالا دوران معاصر این دید رو داشتیم که هر کسی با هر دیدی که داشته مغتنمه. این بسیار مهمه. این فقط دموکراسی یونانی ها نیست. این ما در لابلای متون درباره ایرانی ها میابیم. زمانی که هخامنشی ها که ما میگیم یک شاهنشاهی مقتدره که نمیذارن دموکراسی، یونانی ها داستان دموکراسی رو این چنین علم کردن، در یکی از شهرها مثل ساردیس و غیره، موقعی که یک تایرنت به معنی همون تیرینی یعنی قدرت یک نفر میاد و شهر از دموکراسی در میاد، ایرانی ها ارتش میفرستن که دوباره دموکراسی برگشته بشه به اون شهر. چرا؟ برای اینکه باور ایرانی اینه که هر کسی سنت خودش مغتنم. خب این مسائلیه که من باهاش رو در رو هستم و دوست دارم هموطنان بدونن، دوستانی که پانتورک هستن. خیلی خب، افراسیاب پادشاه تورانه دیگه، درسته؟ ترکا. این از کجا اومده؟ این از دنیای اوستایی، یعنی این جهانبینی ایرانیه که این دید رو در حقیقت به وجود میاره. یعنی توران که برای که از اقوام ایرانی بودن در اوستا، اصلا ترک نبودن، که بعدها در دوران ساسانی میشه بین موقعی که اقوام ترکمیان اونا هویت تورانی رو میگیرن، این هم باز در یک جهانبینیه که در ایران و خاورمیانه از آمودریا، از تاجیکستان امروز تا عراق وجود داشته. خب و این دید بسیار مهمه. ما معمولا با آمدن اسلام فکر میکنیم که تمام دیدها و انگیزه ها از بین رفته. آقای دکتر طباطبایی اتفاقا من میگم اهمیتش در همین است که دید ایران شهری رو در این لابلا داره نشون میده. من هم سعی میکنم یه کتابی به تازگی قرار در بیاد که موقعی که عثمانی ها ترک ها در آسیای صغیر هستن، دارن سعی میکنن بیزانس رو بگیرن، فقط با عنوان یک سری قاضی نیستن که برن اونجا رو بگیرن. اسمایی که اتخاذ میکنن همه اسمای کیانیه، کیکاووس، کیخسرو، دارن شاهنامه پولشو میدن. در حقیقت دارن یک مقدار ایده ایران شهری رو دارن در اون موقع اتخاذ میکنن. این مسئله باید روشن بشه که ما بدونیم کی هستیم و داریم چی کار میکنیم. من فقط همین رو دارم میگم. ما باید آشنا باشیم با گذشتمون، با این هویت، مخصوصا در دورانی که بی‌هویتی داره بیداد میکنه. خب و خطرناک هستش و ما در مملکتی زندگی میکنیم که به هر حال تحت فشارهای مختلف هستش. و برای همین من فکر میکنم لازم. بله، برای دوستانی که احتمالاً مایل باشن مقاله شما رو که احتمالاً همون ایده کتاب باشه رو بخونن، The Idea of the Sacred Land of Iran شهر با ای اگر سرچ بکنن احتمالاً نسخه رایگان این فصل و همچنین کتاب. این رو در ایران به تازگی خانم دکتر مهناز بابایی همکار من که مترجم منم هستن در
انتشارات فرابر من این کتاب چاپ کردم، جهان ساسانی، مقالاتی درباره تاریخ ایران شهر، که این ایده مقدس سرزمین ایران شهر هم در اونجا هم هست، انتشارات فرابر، یعنی در ایران هم چاپ شده و به هر حال من به ببخشید شما گفته ایده مقدس یا ما اشتباه شنیدیم؟ بله من خودم چون یادم میره از انگلیسی به مفهوم الان من باشه. ایده سرزمین مقدس ایران شهر، بله و من خب نمیگم پس این خوشبختانه مقدسه از فارسی هم روی هست. دید ناسیونالیستی، دارم میگم در آن زمان چرا بله این دید مقدس رو داشتن، در این کتاب جهان ساسانی که فرابهر همین سال پیش چاپ کرد. بله چون گهگاهی صدا قطع و وصل میشه، ما پرسم که سوء تفاهم پیش نیاد، مثلا خب بله که نقل میشه یا خود فرد معتقده، خوبه که اینجا واضح بشه. و خیلی خوبه تو همین کتاب شما مرزهای جغرافیایی هم گفتین دیگه، گفتین مثلا به وضوح کسایی مثل ابو ریحان بیرونی، ثعلبی اگر اشتباه نکنم، از روی شاهنامه ابو منصور میگن که مرز شرق غربی ایران از فرات یا به عبارتی از نیل تا بلخ و از شمال تا جنوب، و حتی شما راجع به دیوارهایی که ساسانیان ساختن هم صحبت میکنن، حتی ایده ادلاز تاریخی هم مشخصه که قرن سوم میلادی تا ششم میلادی هست، و شاید به همین خاطر شما بهش میگین پساباستان، که حالا در شبچراغون قبلی راجع بهش صحبت کردیم. ولی بعد نیست که یکی از نقدایی که شده رو شما بخوام و تاکید میکنم که دیگه این مقاله آقای محمد قاعده که به هر حال ایشون دست کم 34 ساله که در حکم یک فکری یا دست کم روزنامه نگار فعال جریانات رو دنبال میکنه، شما بعد نیست که ببینید که ادبیات، خب البته ادبیات که شما خودشونه، ولی ایده چیه، لب مطلب رو بگم، و البته ممکنه یک دو دقیقه طول بکشه تا متن ایشون بخوام، ولی بعد نیست. در شلیک مکرر شعار خاک تو سر که افکار متعالی علما را نفهمید، تازه ترین محصول این کارگاه نظریه است موسوم به مکتب ایران شهر. دو نقطه، با فرو نشستن طوفان نوح سرزمین در مرکز عالم پدیدار شد که از همان زمان ایران نام داشت، تو گیومه برتر از خیال و قیاس و گمان و گیومه بسته و بدون حدود و ثغور مشخص از کران تا کران، که به نظر میاد که اصلا اصولا ایشون یه سرچی میکردن بعد نبود، ولی بقیش شما گوش بکنید، این بخشی از مطلب ایشونه. آن نظریه بافها و امروز مریدان و هم سرایان دکتر سید جواد تنها کسانی نبودند که از قرار داشتن بغل دست رجال آباد بی آینده پاکستان، وحوش غارهای توربره افغانستان، مجمع القبایل عراق و بادی نشین های شنزار های حجاز سخت دلخورند و ملول از گیر افتادن در این مکان نامرغوب که جایی برای امیدواری نمیگذارد. بیش از انا میفرستم آبی قابل دفاع به عمق و پهنای خلیج فارس، ایجاد فاصله با حشرات الارض این سحاری بی‌نهایت دشوار به نظر می رسد. ببخشید یه ذره شاید بد خواندم یا نقطه گذاری خوب رعایت نکردم، ولی خب فکر کنم مفهوم مشخص بود که باز فکر کنم این هم در مقاله شما پاسخ داده شده که حدود ثغوری هم داشته و حتی یعنی مرزهاش جدا شده بوده. حالا کارم این عبارات هم و که شاید حالا خیلی هم پولیتیکال کورکتنسش درست نبود، ولی در حال گفته ایشون، ولی این آخری پاراگراف که میخوام این نقد اساسیه که خیلی تکرار میشه. از نتایج فوری ایران شهربازی این است که جبل عامر و شام و کربلا و نجف و یمن هم جزء اقلیم خیالی از رود سن تا مدیترانه قرار می گیرد و اوضاع کنونی توجیه پذیر می شود. دو نقطه، رفع صلاحیت بسیاری شهروندان برای رقابت در همین انتخابات نیمبند، در همان حال که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانی بودن برای احراز ریاست فائقه مملکت لازم نیست. حالا البته اینجاش باز یک مقدار من ردش نفهمید، اگر شما فهمیدیم جواب بدید. و آخرین جمله که ای در واقع لب مطلب دیگه، و هر جای عمق استراتژیک شیعی که دیگهای آش و پلو بار بگذارند و با دلارهای نفتی ایران لژیون خارجی توسعه دهند، از قضا زمانی جزء ایران شهر بزرگ خودمان بوده، با علم کردن و تکرار یک کلمه معنی آن را لوس و بلکه ازاله می کنند. کلن بعد نبود خواستم بخوان برای تو به عنوان
به هر حال بله نسلی درخشان. ولی آقا برای دوستانی که نیاز به ترجمه فارسیشون به ترجمه به زبان خراسانی مدارن ایشون و خیلی مثل ایشون میخوام بگن که این نظریه ایران شهر و ایران شهر بازی که خیلی هم ممکنه اصلا اکادمیک بوده باشن مثل شما، خواسته یا ناخواسته در خدمت توسعه طلبی های رژیمیه که در ایران، حالا فرقی نداره رژیم کدوم رژیم باشه، اصلا بحث سیاسی نمیخوام کنم، ولی اینکه توسعه طلبی های یک رژیمی که میگه یمن هم مال خود ما، عراق هم حوزه نفوذ ماست، افغانستان و پاکستان همه اینا ایران شهر بزرگن. شما خودم واقعا دوستان ملیگرا اینو شنیدم دیگه، اونا اصلا میگن آقا خاورمیانه یعنی ایران، مثلا ایران شهر یعنی خاورمیانه که حالا خارجی ها مثلا یه اسم روش گذاشتن. اینه که شما جاده صاف کن توسعه طلبی رژیمی، هر رژیمی هستن در ایران که بخواد توسعه طلبی بکنه. بله خب ببینید، بیشتر این صحبتهایی که شد اصلا ربطی به نه دید من داره، نه ایده من داره، نه کار من داره. یه خوردم قطع و وصل شد ما بین خوندن آن. من ببینید، من یه شهروندی هستم که در آمریکا زندگی میکنم، درسته، و شهروند ایرانی هم هستم. من مثلا مهمتر اینی که همون ایران، همون مرزی که الان وجود داره، خب آباد باشه در وهله اول، بچه هاش، آیندهش، خاکش، آب، کشور توسعه پیدا کنه. مسئله من اون مملکته. خب در وهله اول به عنوان این افراد، خب دوست داره در خاورمیانه صلح باشه، به مراتب دوست دارم که در افغانستان برای ما پیوند فرهنگی و تاریخی داریم در آسیای میانه و در آسیای و در عراق و غیر صلح باشه. بله این که اشکالی نداره. من دید من اینه، من هیچ ربطی به این دیدی که شما الان ایشون گفتند ندارم و من نمیتونم هم بخوام دفاعی بکنم، چون اصلا بر من واقع نیست صحبتی که من فکر میکنم کردن. اون رو باید با کسانی که ایشون طرف هستن باید صحبت کنن. اما خیلی جالبه، من همین چند وقت پیشم با یک لایو اینستاگرام داشتم با یک نمیدونم مرکز در ایران بود، مرکز همین سیاسی جغرافیایی، که منم گفتم که در زمان ساسانی ارتش ساسانی خیلی تهاجم میکرد تو عراق و مخصوصا در سوریه، و اتفاقا یه کنفرانسی در ایتالیا داره برقرار میشه خیلی جالبه به نام Foreign Intervention in Syria. چرا در طول تاریخ همش جنگ بوده در سوریه؟ ببین مسئله ما اینه، ما همش فعلا فقط اخبار همین 5 دقیقه امروز رو نگاه میکنیم و هیچ نوع عمقی نداره در فهم و درک تاریخی ما که آقا سوریه مرکزی بوده که برای چند هزار سال خارجی ها، غربی ها، شرقی ها همه سرش می جنگیدن و در دلیل استراتژیک داره و این شمال عراق. من گفتم ساسانی ها هم فکر می کردن چون رومی ها اونجا بودن باید فراتر از عراق تو سوریه می جنگیدن. تبدیل شدم به سخنگوی جمهوری اسلامی. ببینید این برچسب زدن ها و این رفتارهای تند و این شتاب زدن جواب دادن مفید نیست. این مشکل ما، من فکر میکنم یکی از مشکلات ما اینه، این قضاوت های شتاب زده است بدون تفکر. اول اینکه بدونید خب در سوریه این تاریخش چه بوده. امیدوارم این کنفرانس چاپ بشه که بفهمن چرا سوریه مهم بوده در طول تاریخ، ارتش ایران اونجا بوده، غربی ها اونجا بودن، یه مقدار عمق پیدا کنیم تا اینکه همش بر حسب احساس و برچسب زدن سعی کنیم که خودمون رو تسکین بدیم یا جایگاه خودمون رو محکم کنیم در قبال دیگری. آقای دکتر طباطبایی که من تا اونجا که میدونم همچین حرفی هم نزده که ما باید تو سوریه حالم باشیم. خب پس من نمیدونم که طرف ایشون که این مقاله رو نوشتن درست که بوده است. بله البته متاسفانه باز این مقدار حرفای شما پرش داشت، ولی حالا چون مو شما با تو معنی با آرام هم صحبت میکنم از این به بعد، امیدوارم که پرش ها زیاد توی انتقال مفهوم مشکل ایجاد نکنه. البته من نمیدونم چرا با دامنت عذرخواهی بکنم، چون واقعا تقصیر ما نیست، یعنی هم ما و هم شما همه کارهایی که باید میکردیم خود شما میده. ما از ظهر شما که از ظهر ما داریم هی تماس میگیریم و هی تنظیم دوری میکنیم، ولی متاسفانه اینجوری میاد گه کاری. بله بعید نیست که دشمنان ایران شهری دسیسه کرده باشن، یه بالاخره بذار ما هم برای خود ما ایده داشته باشیم.
از ایراداتی که میگیرن به اندیشه ایران شهری، البته واقعا هر دفعه نیاز نیست که شما بگید که حالا تفکرات شما با آقای دکتر طباطبایی ممکن تفاوت داشته باشه، یا اصلا این حرفا ربطی به حرفای شما نداره. به هر حال هم بگم که از شاید بخش از پاسخ به پرسش خودم پرسیدم در این باشه که ببینیم که چه برداشت هایی شده که خب بعد اون حمله ها و اون چالش ها صورت میگیره. مثلا از کسانی که باز آقای قائد جزوش هستن انتقاد میکنن، میگن که اصلا این ماجرای روشن ایران شهری یک نوع جنبش یا ضد روشن فکریه. راست شبخواهم ما خودم هم خیلی ارتباطش متوجه نمیشم، چون گهگاهی بله بودن که مدافعین نظر ایران شهر گفتن که مثلا روشن فکرین اگر به حرف آخوند خراسانی در مشروطه گوش میکردن بعض شاید بهتر میشد، ولی اصولا باز هم ما متوجه نمیشم که ربطش به اندیشه ایران شهری چیه. خود شما چه فکر میکنید؟ چطور میشه که اندیشه ایران شهری درست یا غلط در ذهن بعضی ها میشه یک اندیشه ای که قرار قومیت ها رو سرکوب بکنه، ضد روشنفکری، جاده صاف کنه حکومت اقتدارگرا و توسعه طلب در منطقه است و ضمناً مدافع دیکتاتوریه؟ حالا این دیکتاتوری، دیکتاتوری رضا شاه یا دیکتاتوری جمهوری اسلامی اصلا کاری به سیاست امروز یا دیروز ایران نداره، ولی اینها میگن که این نظریه به اینجاها ختم میشه. یعنی هم در این مقاله، هم در مقاله آقای کلانتری و هم در انبوهی از یادداشت‌ها و توییت‌ها و اظهار نظرها طرف و طرف، همین مسائل ما میدونیم که دائما داره تکرار میشه. بله ببینید، الان من میدونم خب ما تجربه‌ای که با ناسیونالیسم در اواخر قرن، اوایل قرن 20 داشتیم، اواخر 19 در اروپا کاملا ناگوار بوده، این رو که نمیشه نفی کرد، درسته، صحیح است. این در خاورمیانه نبوده، درسته، ما که اون تجربه ناهنجار رو نداشتیم، کسانی رو که نکشتیم اینجوری که کاری که کردن نازی ها مثلا. خب من میفهمم این خطر. مسئله من فکر کنم اینه که دوستان قبل از که این رو بفهمن با یک سری که شاید این ایده ها رو شنیدن و ایده های امپریالیست و چیزای دیگه رو دارن و حالا سوپر ناسیونالی هر چی میخواید بگین، با اونا مشکل دارن پیدا میکنن، یا اصلا جنگش با کسای دیگه است. ببینید، من دکتر طباطبایی رو اول از خونده هاشون میشناختم یه مقدار، من یه مقدار بعد از دیدن ایشون خب بیشتر مطالعه کردم. ببینید، این افراد خوبه بشینن 5 6 جلد رو خود مطالعه کنن، عمق جریان رو ببینن. من با دکتر طباطبایی صحبت میکنم، ایشون نیستن که فقط چشماشون رو بستن راجع به ایران صحبت کنن. به عنوان محقق هگلی من راجع به هر مسئله با ایشون صحبت کردم و کاری کردم، چون ایشون اون کتاب رو خونده بوده و آشنا هستن. این عمق مطالعه و درک ایشون رو نشون میده. کسی نیست که 6 ماه پیش یا 7 سال پیش من گفته من ناگهان میخوام برم یه کاری رو جدید بکنم و بدونی که یه نوشته داشته باشه. پشت هر تفکری که موفق هست باید یک سری نوشته باشه، زمان میخواد، باید شناخته بشه، میشه کریتیک بشه. من نمیگم هر حرفی رو که هر کس میزنه باید کاملا قبول کرد، میشه کریتیک کرد، ولی کریتیک سازنده با اینکه آدم بخواد فحاشی کنه و به کسی فقط بندازه، اینا کاملا فرق میکنه. آقای فرجامی، من یه مشکل بزرگی دارم این مسئله پسا باستان که شما صحبت کردید. من این ایده رو دارم که بله، از جیهون تا فرات جایی به نام ایران شهر است و مرتب خواهم گفت و مرتب در کنفرانس ها اینجا این رو جا خواهم داد. مسئله اینو میتونیم بگیم پسا باستان، اواخر دوره باستان، اواخر دوره عتیق. مشکلی که من میبینم دوستان انقدر به فکر ویرگول و خود کلمه هستن که اصلا جریان رو در نمیابن. این مسئله، این حاشیه گرایی و حاشیه نشینی دوستان که اصلا هیچ کدوم به عمق مطلب، به خود مطلب توجه نمی کنن و میرن همش میخوان این لغات رو تجزیه تحلیل کنن. چرا حالا پساست؟ چرا نمیتونیم اینطور؟ هر چیزی که هست شما عمق جریان رو داشته باشید. شما توی مملکتی زندگی میکنید به نام ایران. این ایران آقای فرجامی، همونطور که تازگی گفتم، انگلیس ها 1918 نیومدن یه دونه خط بکشن بگن این شد کشور عراق. بله، فرانسوی ها نیومدن جایی که مال عثمانی ها بوده بگن این لبنان، حالا انگلیس ها بگن این قسمت مال اینجا. ما این کشورها نیستیم.
من نمیگم ما حتما برترین، من میگم شما فقط باید هویت داشته باشین، بدونین که این خارجه بعضی وقتا بهتون میگن که آره این کشورها همه نوپا یافته است، ایران کشور جدید. عزیز من، ما 2000 سال یک تمدنی داریم که کاملا مشخصه، 1000 سال قبلش هم یک تاریخی داریم. اینو بشناسید، بدونید کی هستید. برای آینده مهمه، خیلی مهمه که در آینده معلوم مشکلات عدیدی روبرمون هست. تا گذشتمون رو ندانیم که چه گذشته، نمیتونیم در آینده انتخاب سالم بکنیم. همون تکرار مکررات مشکلات از چاله به چاه و همچنین ادامه پیدا میکنه. تا موقعی که بدونیم کی هستیم، سنتمون چه بوده و چطور میتونیم به جلو بریم و مطالعه کنیم، این هیچ نوع دید فاشیستی نیست، دید سوپرناسیونالیستی نیست. مسئله اینه که یه مقدار عمق، یه مقدار تفکر، یه مقدار با آرامش. آیا اندیشه ایران شهری، چون به هر حال شما اگر مثلا صرفاً یه کتاب نوشتید در مورد اینکه ایران شهر کجاست و اینها، جایگاه الان نداشتین تا اینکه یک پروژه رو دنبال کنید. حالا این پروژه دیگه الان برمان پروژه آکادمیک دارم بگم که شما به هر حال الواح از اون زمان ترجمه کردین، سخنرانی متعدد داشتین، حدود و ثغورش از متن‌های باستانی، پسا باستانی یا اوایل دوره اسلامی در آوردین. به هر حال اگر هم پروژه سیاسی نباشه یک پروژه آکادمیک هست، یعنی فرق داره با یک نفری که یک مقاله می‌نویسه و تمومش. پس در این شما یک نگاهی دارین دیگه. شما الان به خصوص دغدغه به هر حال صلح، حالا دغدغه صلح در خاورمیانه دیگه، اینو که خودت گفت، در اون نگاهی که شما به ایران شهر دارین و طبیعتا خصوصیات خوبی از او یا بدی از او انتظار کردین و دوست دارین که خوبی هاش ادامه پیدا کنه و یک چیزی در گذشته نیست، به قول خود شما 2000 سال داشته ایم و داریم، حالا اگه بخوام مقداری مثلا با ادبیات فارسی درست تر صحبت بکنم، شما منظور تو یعنی در این ایران شهر که شما منظورم قدرت قاهر، شاه، رهبر، خودکامه، یک نیروی خداگونه ای که به قول آقای طباطبایی عامل وحدت در کثرت باشه، در نظریه شما چه جایگاهی داره؟ آیا شما همچین چیزی لازم میدونید برای جغرافیا، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران؟ چون میدونید که هم دوستان سلطنت طلب، هم دوستانی که این طرفی و طرفدار نظریه ولایت فقیه همیشه میگن که طی این شرایط که ما داریم و این جایی که ما بودیم و این پیشینه‌ای که داشتیم، مثلا این سیستم حکومتی خوب و درسته. حالا کار نداریم که خوب و درست، از نظر شما آیا ما نیاز به شاه و یک نیروی قاهر باز به تعبیر آقای طباطبایی خداگونه داریم یا نه؟ بله، ببینید، من تا حدودی دید آقای طباطبایی رو درک میکنم. در گذشته اگر ما یک نفر داشتیم که این کشور رو در هم نگه میداشته، من میفهمم در گذشته. آیا در قرن 21 هم آیا لازم هست یا خیر؟ من با آقای دکتر طباطبایی کاملا موافقم که ما باید یک حکومت مرکزی قدرتمند داشته باشیم. من طرفدار فدرالیسم و این بازی ها که الان تو عراق شما دارید میبینید نیستم، اصلا و اول. ما باید یک حکومت مقتدر داریم، ولی در این حال باید یک حقوق شهروندی، دموکراسی، اینا باید در مملکت برقرار باشه. ما در قرن 21 آقای فرجامی زندگی میکنیم، امیدوارم که به دوستان آقای رضا پهلوی بر نخوره. من 20 سال درس خوندم، رفتم دانشگاه، کلی نوشتم، دارم کار میکنم. من چرا باید یکی همانند ایشونو، منظورم هم حالا ایشون خودشونه، چرا ما بایدی بریم یک نفر دلار راست بشین در مقابلشون؟ به چه دلیل ایشون به غیر از که فرزند آخرین شاه ایران هستن مثلا حق رو دارن؟ میدونی من دارم اینجوری میگم، در جامعه‌ای که الان این همه ایرانی مهم متفکر هست، خودمو نمیگم، از من انقدر آدم هست در ایران، خارج از ایران، که آدم حظ میکنه اینا آینده ایران رو خواهند ساخت. خب اینا لازم نیست که آقا بالا سر داشته باشن. آقای فرجامی، ما میتونیم با همدیگه اگر یاد بگیریم در کنار همدیگه با احترام به یکدیگر آینده درخشانی داشتیم و یک ایران داشتیم، ولی مسئله باید تمامیت ارض ایران. من کاری ندارم کی گفته، الان برای اینکه بگم شاه ایران اینو درست میگفت، ایران رو نمیشه ایرانستان کرد، اینو محمد رضا شاه پهلوی دغدغش بود. میخوام بدونی که مثلا من نیست که طرفدار شاه یا ضدشم،
بعضی از افکار صحبت کارهایی که شده کاملا درسته. شما باید ارزیابی کنید هر سلسله رو. خب من اینجا طرفداری و ضدیت ندارم، من میگم در قرن 21 من و شما لازم داریم که در کنار هم یه پارلمان داشته باشیم که نماینده تمام مردم ما باشه، از تکاب گرفته تا بلوچستان، بله، از نمیدونم مرز ترکمنستان گرفته اون قرار. طرف از مشهد، بله، در رگست که من رفتم یه بار، بله، که در بحث بود تا دم اهواز که ما عرب داریم دیگه اونجا، ما چند میلیون عرب داریم. این اصلا کمال بیادبیه به عنوان ایرانی من که یک شهروند ایرانی عرب هم بخوام بهش توهین کنم. خب باید ما احترام بذاریم به همه خب عوام حرفای شما داریم. کاملا درست، معذرت میخوام چون یکی دو دقیقه شاید بله 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم و نمیدونم که در صفحه شما چجوری ما به بیرون پرتاب خواهیم شد، چون اینستاگرام اخیرا گهگاهی به ما 1 ساعت وقت میده، گهگاهی بیشتر وقت میده، در نتیجه اگر شما بیاد هر موقع من اینو دیدید. زود سیو میکنم آقای فرجامی، چون بعد بله از بله 1 دقیقه میاد بله یه دونه خطر، علامت خطر که بله من شما باید هم سیو وقتی کنم. آمد بله یک اشاره بکنین و که صحبت رو ببندیم. میگم امشب شاید عجیب ترین شب چراغون ما بود، چون آمد صفحه شما و البته با تمام مشکل متاسفانه داشتیم. ضمن شما گفتین آقای یه جوری پرش داشت، دوستان بدونن که ما کاری نکردیم. فکر کنم شما راجع به آقای رضا پهلوی صحبت میکردین که بقیه صحبت ها تا شناختی شد و اسم خود فرد شنیده نشد. خب ببینید در این مسئله که شما میگین تقریبا ما فکر کنم بیش از 90% ایرانی ها مشکل ندارن که بله ما هم نیاز به دموکراسی داریم، هم نیاز به یک حکومت مثلا که بتونه تمامیت ارضی ایران و رفاه برای همه ایرانیان فراهم کنه. ولی مشکلیه که مثلا آقای داریوش همایون میگفت که الان متاسفانه حالا دیگه فکر می‌کنم آقای داریوش همایون یه شاه دوست در داشته باشیم دیگه، حالا ما نوکر جمهوری اسلامی هستیم. و من خیلی تشکر می‌کنم از دوستانی که در توییتر اصرار داشتن که مصاحبه امشب قطع بشه به خاطر اینکه ما نوکر جمهوری اسلامی هستیم، ولی به هر حال دیگه آقای داره شما این که نبوده دیگه. اون یک حرفی میزنه که البته ما باش نمیگم موافق یا مخالفم، ولی میگه که اگر در شرایط فعلی طبق درک ایشون جمهوری اسلامی فرو بپاشه، چون حکومت مقتدر مرکزی با همه مثلا مشکلاتی که داره، ایران به تعبیر شما یا آقای محمد رضا شاه پهلوی تبدیل به ایرانستان میشه، پس ما یعنی ایشون آقای داریوش همایون طرفدار ماندن همین حکومت هستم، حتی با اشکالاتی که داره و طبیعتا اصلا ایشون که میخواست اعدام بکنه. خب شما اگر در همچین دورهای قرار بگیرن، اصلا شخص آقای تورج دره دیگه به دیگران کاری نداره، شما بین یک حکومت بلا 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 مثل جمهوری اسلامی یا بلا 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 مثل مثلا محمد رضا شاه پهلوی و اون شرایطی که احتمالاً بعد از فروپاشی حکومت مقتدر یا ظالم مرکزی یا خودکامه مرکزی پیش میاد، کدوم رو انتخاب میکنید؟ خیلی جالبه که آقای فرج ما صحبت کردیم. من به عنوان یه تاریخدان ایرانشاه و دوره ساسانی قرار بود صحبت کنم. الان در آخر صحبت ما من دید شخصی خودم رو گفتم. من نه طرفدارانی دارم که بخوام مثلا اینجا فتوا بدم یا غیره. دید شخصی خودم رو، و این فقط دید شخصی من هستش و در همین حد هم میخوام صحبت کنم. من اینجا فکر میکنم جلوی همه باید مثلا نظریات شخصی دید سیاسی خودم، هر کسی که داره و هر نظری که داره من فکر میکنم مغتنمه از هر نوع. نه چون که بحث به اینجا کشیده شد و راست بخواهد طرف شما هم کشیده شد، بله سوالی که ما کردم در مورد ایران شهر بود، اصلا در مورد حکومت فعلی و اینا نبود. سوال ما این بود که آیا ایران شهر طبق اون نظریه که شما دارین، چون تاکید کردم که صرف ای که شما مثلا تحقیق آکادمیک میکنه راجع به ایران شهر مثلا چند کتاب نوشته نیست، به هر حال شما یک پروژه رو دارین، پروژه آکادمیک من در مورد پروژه شهر دارین. ندارم آقای فرجه، من پروژه ندارم. من یک ایران شناسم، یه تاریخدانم، میگم یه ایدهی بوده به نام ایران شهر که هنوز با ما هست و اون مهمه. من هیچ پروژه به خصوصی نمیخوام کشور جدیدی درست کنم، نه انقلابی به وجود بیارم، هیچ کدوم از این کار من نیست آقای فرجه. کسی میخواد این نوشته ها رو بخونه نظر بده میتونه بده، در این حد هستش آقای فرجه. آیا اگر الان شما بپرسیم که در این ایران شهری که به هر حال بعد از اسلام، بعد از آمدن اسلام به ایران یا فتح ایران توسط اعراب یا به قول بعد از یکی از ساتراپی های ایران، به هر حال بعد از اتفاقاتی که بعد از فروپاشی ساسانیان افتاد،
آیا هویت شیعی در این هویت ایران شهری نقش داره یا نه؟ بله به نظر چون من، آقای دکتر طباطبایی میگه که هویت ایرانی یونانی شیعی، اگر بله اشتباه نکنم در جای گفته بود ایرانی یونانی شیعی، و این چیزی که به نظرشون هویت ایران شهری ادلاز فرهنگی میسازه این ستاست، نه بذار من فقط یکی ایرانی و از ایران شهری. با صحبت همکارم و یکی از دوستان قدیمی آقای دکتر رامین جهانبگلو یه صحبتی بکنم. یه صحبت خیلی جالبی برای ما کردن اینجا درباره این که فرهنگ ایرانی به مانند یه کلمه ما داریم به انگلیسی که از یونانی میاد به نام پلمسست. پلمسست یک نسخه هست که روش قبلا یک چیزی نوشته شده به یک زبونی، بعد روش رو پاک میکنن به یه زبونی دیگه. این یه تاریخچه داره، لایه لایه است. در حقیقت فرهنگ ایرانی هم یک فرهنگی که چند لایه است. من مخالف شستن تمام اینها هستم. همه اینها رو ما باید در نظر داشته باشیم. ما ایرانی داریم که الان ممکنه عاشق ایران باشه ولی تاسوع و عاشورا هم براش مهمه. من به عنوان یک ایرانی باید به دید آنها هم چی احترام بگذارم و به دید کس دیگه ای که شاید الان سال نو عبری باشه بخوان مراسمی داشتم باید احترام بذارم. نه مسئله نه ایران بحث رو احترام که نیست، احترام او که اصلا اون که صحبتی نیست، در اون که شک ندارم که شما هم مثل همه آدم با فرهنگ دیگه به همه فرهنگ ها احترام میذارم، اون که شک نیست. منظورم اینه که در دیدی که شما به دست آوردن از هویت، چون به هر حال شما رو هویت ایران شهری هم کار کردین دیگه، فقط حدود و ثغورش کردین، آیا به نظر شما در این هویت ایران شهری مثلا فرهنگ اسلامی شیعی هم نقش داره؟ اصلا میتونه. سوای که اصلا قابل احترام یا قابل احترام نیست، بله کما که من حمله مغول بکنم مثلا، شخص بعضی از داره تاریخ نگارا معتقدند که یکی از بزرگترین تأثیراتی که در فرهنگ ایرانی امروز هست مثلا فرهنگی که با حمله مغول شکل گرفت و بعد ایلخانان. این دیگه راجبی نیست که ما احترام میذاریم مثلا به فرهنگ مغول یا نمیذاریم، بله بحث این که آمیخته شده با ما. بله آقای فرجامی من دوباره به عنوان تاریخ دارم صحبت میکنم چون این مسئله خیلی احساسیه. چیزی که ما به نام اسلام میشناسیم خب تا گرفتن ساختن فقه و لغه عربی قسمت زیادیش ساخته و پرداخته ایرانی است. این دیدی که ما اصلا با اسلام اخه و این بدونید این سلب مسئولیت ما یک فرهنگی رو به وجود آوردیم در طول تاریخ. ما وامدار مقدار زیادی از فرهنگ یونانی و فلسفه یونانی هستیم، چه در دوران قبل اواخر دوره ساسانی و چه در دوران اسلامی. کلی از متفکران که کامنتر نوشتن راجع به تفسیر راجع به این متفکرین نه یونانی ایرانی بودن. ما همه اینها رو داشتیم، از فرهنگ یونانی قسمتی داریم، از فرهنگ اسلامی قسمت مهمی ما اونو ساختیم و پرداختیم، فرهنگ تمدن شیعی هستش و غیره. ما در طول تاریخ میگم یک پلمسست هستیم. حالا شما پلمسست رو بشناسین دیگه هر نظری که دارین مغتنم برای شما، ولی این یه واقعیتی که نمیشه انکار کرد و بخوایم نادیده بگیریم. بعد شاید آخرین سوال باشه، اگر وقت تمام چون شد شما وقت داره بتونید تموم بگید. میشه آقای فرجامی 30 ممکنه ثانیه من مونده. ندارم دیگه زحمت کنم. بفرمایید سوال آخر. نه شمارنده شروع شد برای 30 ثانیه. نه بفرمایید تو بشه من چون اخیرا اینستاگرام فکر کنم دلش بال ما سوخته، گهگاهی وقت اضافه میده چند دقیقه میده. چند بله دیگه. بله بعضی از تاریخ نگارا اگر اشتباه نکنم مثل آقای دکتر عباس امانت اعتقاد دارن که اصولا از زمان فروپاشی ساسانی ها تا زمان ایلخانان مغول ما چیزی به نام ایران نداشتیم. الان چیزایی که میگه مثلا فردوسی که میگه منظورش یه چیز باستانی بوده، یه چیز اساطیری بوده، اصلا ایرانی وجود نداشته، یک جمعیتی بودن مثلا فارس زبان بودن یا بهشون گفتن فارس، باز اونها زبانهای خودش رو داشته. نظر شما به عنوان یک تاریخدان چیه؟ من فکر میکنم دکتر امانت یکی از بزرگترین تاریخدانان امروزی ماست و واقعا یکی از بهترین است در آمریکا که از بهترین ها هستش. من کمتر از اون هستم که بخوام در برابر آقای دکتر امانت چیزی بگم، ولی ببینید ما یک فرهنگ اسلامی با زبان عربی اومده چیره شده در اون اول، ولی این دلیل نیست که ملتی که در اونجا بودن آدمایی مثل فردوسی دیگه نبودن. اون تنها دهقان اونجا نبوده، همین خواجه نظام الملک یکی دیگه از این هاست. این تفکر این دید وجود داشته. ما در لابلای ادبیات میبینیم
بیشتر متون پهلوی که با ما مونده فارسی بود در دوران اسلامی نوشته شده. خب چرا بیشتر از 1000 بار درباره ایران شهر داره ازش سخن میره؟ در لابلای متون تاریخیمون با از تاریخ سیستان گرفته به ایران شهر استناد میشه، وجود داره، اون دید وجود داره. شاید لایه این دید اسلامی داره غلبه کرده بر حسب متون عربی و غیره و داره فعل و انفعالاتی میاد، ولی این دید ایران و ایران شهر من فکر میکنم با ما بوده و بعد از مغول هم هست، چون مغول ها هم وارد اون جروادی میشن. انقدر این جریان قویه که ما نمیتونیم خودمون رو ازش جدا بسازیم. بله آقا، یک سال پس آخر هم بپرسم، آیا فکر میکنین که بعضی از اسامی به خصوص تو شهرها، مکانهای ایران شهری در دوره رضاشاه جعل شد در ایران؟ چند تا مثال بزنم، مثلا زابل، شیروان، گرگان، اینا به نظر نمیاد که اصلا وجود داشتن یا دست کم داخل مرزهای امروزی ایران بودن؟ چرا گرگان، گرگان ورکانا همون جایی که ما امروز نه، گرگان گرگان که میگیم، دیگه سراباد بوده، دیگه از زابلستان، سراباد بوده. همون نه نه، زابلستانی هست که منظورم اینه که ما بعدا روی بعض از دهات و شهرها این اسما رو گذاشتن که زنده شو بکنن. مثلا دوباره، خب بله شاید اسمای باستانی رو دوباره گذاشتن روش. هر دولتی که میاد معمولا این سری اسم اتخاذ میکنه دیگه، الان هم همینجور که میبینید دیگه، این تبدیل میشه البته به هرج و مرج جغرافیایی، درست مشکل میسازه برای ما. ببینید من درست نمیدونم، ولی من زابل رو میدونم همون منطقه‌ای که ما امروز بهش میگیم زابلستان و زابل همون اسم داشته در دوره باستان و همچنین گرگان، برای همین من هیچ مشکلی با این مسئله ندارم. بله، اون وقت شما این باستانگرایی دوره این دو سال پسا آخره و ما همینجوری هی پساش میتونیم اضافه بکنیم، حالا که اینستاگرام یک بار کوتاه آمده دیگه ما هم کوتاه نیاییم. آیا نظریه ایران شهری یا حالا هر اسمی که روش بدون دیگه قرار شد پروژه رو به کار نبره، به نوعی کنش، چون این تمام شاید حرف ما و شاید خود تاریخ نگاران بشه که هر نظریه تاریخی بالاخره به یک سری کنش هایی، به یک سری عبرت هایی، به یک سری حتی جنگ هایی ممکن ختم بشه، کما اینکه خود مثلا نازی ها هم که همینجوری که از زیر خاک در نیومدن دیگه، یک نظریه ای بود، اولا که یک دوره تحقیر و یأس بود که همین دوره تحقیر و یأس رو در دوره مثلا اواخر قاجار میبینیم، بلکه الان میبینیم در میان ایرانیان که خیلی اون عظمت و شکوه واقعی و خیالی گذاشتن میکنن. ولی خب در دوره رضا شاه به صورت فشرده شاید در کمتر از 20 سال ما دیدیم دیگه از کجا میتونه به کجا برسه، خوب یا بد. آیا این نظریه ایران شهری با نظریه باستانگرایی که در دوره رضا شاه به ویژه از طرف روشنفکرای مثل تیمورتاش و مثلا علی اکبر داور و اینا در جای مختلف، یعنی مثلا آقای داور که در دادگستری بود ولی نظریه رو داشتن دیگه، یعنی همش فروغی همه اینا تقریبا میشه گفت توی این منظومه بودن، آیا شبیه به او دید و دیدگاه و به نهایتا کنشه؟ من نمیدونم، اون بستگی داره به کسی که بخواد از اون استفاده کنه. هدف من اینه که در لابلای متون و اونچه که هنوز با ما به فرمی هست رو من بشناسونم و دربارش بنویسم و امیدوارم یه پشتوانه‌ای بشه برای هویت ما، همونجوری که دکتر یارشاطر 70 سال پیش آرش کمانگیر رو دوباره داستانش رو زنده کرد، مردم یادشون رفته، ما بچه هامون بدونن که ما یک مرزهایی داشتیم در یک زمانی، قهرمانانی داشتیم که در طول زمان 25 ثانیه من وقت دارم الان تمام میشه برام اومد و اینها رو بیاموزن. پس خیلی خوشحال شدم. بله بله، خیلی ممنون. حالا هرچند که دیگه الان جای میزبان میمون عوض شد، متشکر از شما و دوستانی که با ما بودن. شب شما بخیر، روز شما بخیر.